داریوش هستم، داریوش علیزاده، از کشور هلند اومدم اینجا و اومدیم اینجا دوباره تعهد بدیم که شاه و شیخ و تو زبالدان تاریخ بریزیم. مرسی، خیلی ممنون از این راه دورم تشریف آوردین. شما از کی اینجا هستین و مثل اینکه من شنیدم شما خودتون زندانی سیاسی بودین در زمان شاه، برای همین خیلی دوست دارم یه مقدار راجع به این توضیح بدین و برای ما توضیح بدین که به چه اندازه شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای شما ملموسه. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای من و فکر کنم برای تمام هموطنای من مقدسه. برای این که من اینو شخصی نمیگم، خود من که کشیدم اشکالی نداره، این شخصی نیست، ولی من شاهد جنایتای شاه خائن در کشورم و همچنین در شهرم که چه بلایی مردم ما هیچی نداشتن. ولی خب الان اگه من بخوام برای شما کلن باز کنم اینو، همیشه شاه و شیخ دروی یه سکه بودن و میخواستن همچین زمان مصدق که با شعبان بیمخا و غیره انقلاب ما رو جلوشو گرفتن و دقیقا زمان 57 که انقلاب شد و واقعا شاه به زبالدان تاریخ رفت، خمینی انقلاب ما رو دزدید. ولی میخوام برای شما اینو توضیح بدم که همین الان در این نقطه ما وایستادیم، شاه و شیخ دارن با همدیگه مماشات میکنن، با هم همکاری میکنن، تمام شواهد و اسنادم موجوده که میخوان باز انقلاب ما رو چیکار کنن، بدزدن، ولی ما نمیذاریم. گور خوندن کف خیابونای تهران، کف خیابونای زاهدان، کردستان داره نشون میده که این رژیم منحوز زنستیز باید بره و اینجا ایستاده نه فقط من، تمام این جمعیت، و مطمئن باشید 80 میلیون کافیه یک فضای باز سیاسی باشه که اینا همه بدون استثنا میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر شاه، مرگ بر شیخ، لعنت بر خمینی، لعنت بر رضا شاه و لعنت بر شاه خائن. مرسی، خیلی ممنون. شما راجع به شهرتون صحبت کردین، شما در چه شهر؟ کرد هستم، در شهر ایلام به دنیا اومدم و تمام مردم من اصلا با مدرک دارم، من یکی دوتا هم ندارم، حاضرم همه رو نشون بدم چه زمان شاه قربانی این رژیم بودن و همین الان هم هستن. الان از نزدیکی شهر من آبدانان اگه صحبت کنم، شهر خونه، شهر کانونای شورشیه، ولی من اگه اجازه بدید از همین جا درود بفرستم، سلام کنم و تعظیم کنم و عرض ادب کنم به کانونای شورشی که تن رژیم خونخوار خمینی رو به لرزه در آوردن. اینو خیالتون راحت کنم، کانونای شورشی یعنی اصلا 100% خیالتون راحت باشه که اینا صحبت اصلی رو دارن، نه مماشات شاه و شیخ در خارج و در جاهای دیگه. خیلی ممنون. شما اگه میشه به ما بگین چه سالی و چند سالتون بوده که در زندان‌های دیکتاتوری سابق شاه زندانی؟ من حدوداً 16 سالم بود و یک آدمی هستم که کنجکاو بودم، یک آدمی که تو شهر ما یک استخ نبود، کتابخونه نبود، یک کار برای کارگر ما نبود، کار پنهانی یه چیزی بود که مثلا فرض کن بیچاره مزرعه داره ما، آدم های بدبخت بیچاره 3 ماه 4 ماه کار داشتن تو مزرعهشون، باید 9 ماه 10 ماه میرفتن تهران عملگی میکردن نون زن بچه شون رو در بیارن. یک معلم تعبیدی اومد تو شهر ما، من بهش گفتم آقا اجازه است من از شما یه سوال کنم، چرا فامیلای ما، آشناهای ما تو تهران، شیراز این همه امکانات هست ولی در شهر ما هیچی نیست؟ این آقای معلم که تعبیدی بود و شهر ما شهر دورافتاده و شهر تعبیدی هست، گفت آقا میشه من فردا جواب شما رو بدم یه جای دیگه؟ گفتم بله. وقتی که ایشون بعد خدمت شما عرض کنم جواب من نداد، روز بعد هم منو بردن سواگ، یک ماه که تو به کی وصلی، به کجا وصلی، به کی
کی گفته که دوبار علیه شاه اصلا صحبت کنی؟ اصلا من کاری به شاه نداشتم، اصلا شاه رو نمیشناختم، تو شهر ما کسی شاه رو نمیشناخت. میدونستن شاه یه جنایتکار رو داره صفا میکنه و تمام اون موقع نزدیک حدود دلاری 6 تومن 6 میلیون بشکه نفت میفروخت، هیچ کس از مردم ما حتی یه سنتش نمیگرفت. ما 1000 کیلومتر باید مثلا یکی مریض میشه تو شهر ما، باید 1000 کیلومتر یه آمبولانس میگیره میخواست بره، یک دکتر فقط تو شهر ما بود. بعد حالا هی دم از شاه و شیخ، مرگ بر شاه، مرگ بر خمینی، مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه رهبر. بله خیلی ممنون. فقط یه سوال الان برام پیش اومده که وقتی رفتین زندانای شاه با چه چیزایی روبرو شدید؟ دقیقاً اگه اینو برای شما بخوام بگم، همون قبل بعد از صحبت من، روز بعد من وارد مدرسه شدم اطلاع نداشتم. فراش مدرسه گوش منو گره برد داخل اتاق مدیر، دیدم چند تا شلوار کراواتی سبیلا بناگوش در رفته اونجا واسه خوابودن تو گوش من، که تو با کی همکاری میکنی؟ کی به تو گرام میده؟ کی به تو خط میده؟ کی به تو این دستورات رو داده که بیای همچین بیشتر از دهنت حرف بزنی؟ از اون روز من تصمیم گرفتم شاه رو از مملکتم با کمک هموطنان بیرون کنم و شاه از بیرون، از مملکت ما بیرون شد. بهترین روز بود، مقدس بود، جنگیدیم براش و نمیذاریم هم دوباره یک آدم دیکتاتور مثل شاه یا خانواده شاه یا هر کی دیگه بخواد بیاد انقلاب ما رو بدوزه. بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. به تاییدیه بر زنده بودن انقلابی که در تاریخ 22 بهمن 57 به پیروزی رسید، انقلابی که انگیزه و زمینش در واقع به دست آوردن آزادی بود و برقراری دموکراسی در ایران و نبرد با استبداد که متاسفانه به دست مرتجعین قاصب به سرقت برده شد. مردم ایران همچنین نسل‌های بعد از ما در نبرد با این رژیم ده‌ها هزار کشته دادند و ما با تمام هموطنانمون در پاریس در این تظاهرات شرکت می‌کنیم و یاد و خاطره شهدای 40 سال اخیر به انضمام شهیدان دوران حکومت استبدادی محمد رضا پهلوی رو گرامی می‌داریم و این نکته رو تأکید می‌کنیم که انقلاب 22 مهمن ما نمرده و نه سوخته و نه خاکستر شده، بلکه ادامه داره و ادامه اون رو فردا در حضور نسل‌های بعدی مردم ایران خواهیم دید، اونهایی که در کف خیابان‌های پاریس فریاد خواهند زد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. با عرض سلام خدمت مردم ایران، فرزاد هستم، کارمند دستیار تحقیقات پژوهشی ژنتیکی دانشگاه زوریخ سوئیس. الان به حضور پیدا کردیم در شهر پاریس کشور فرانسه و صدای مردم زمیده ایران هستیم که به ما گرما و انرژی بخشیدن. بیان بکنیم که صدای این قیام هیچ وقت خاموش نخواهد شد و این قیام آلترناتیو اصلی برای مردم ایران خواهد بود. با این همه صدای پرشور و با تمام از ما نسبت به سنی که داریم فریاد آزاد خواهیان آزاد خواهیان جرمنی تون پنج ماه افغان دوزر از وقته رو کختش تو بخشه آسوچی هم و فرق کوهشو ایرهایی دیگان و شادت رو به تمام مردم ایران شما چه حسی داشتیم؟ این روزرم کیستی با وقتی این پنج ماه اخیر وقتی این چیزها رو که دیدیم، این خونایی که ریخته شد با مسلمانه، خب این ما رو غمگین می‌کرد، ولی اینکه این باعث غرور ما هم بود. ما با غرور در کشور سوئیس می‌گفتیم با دوستان آشنایان که ما ایرانی هستیم و وظیفه خودمون می‌دونیم که اینجا صدای کسانی باشیم که در ایران خونشون ریخته شده، قربانی شدن و دارن برای این قیام تلاش می‌کنن و ما اینجا هستیم و خواهیم بود صداشون هستیم. خیلی ممنون، متشکرم. متشکرم. دوست دارید، متشکرم. خداحافظ.